توجه، این برنامه شامل گفتارهایی است که ممکن است برای همه سنین مناسب نباشد. من به یاد میارم که مهد کودک بودم و هر شب دعا میکردم که خدا منو به یه پسر تبدیل کنه. اصلاً به هیچ وجه رویایی در مورد همجنسگرایی نداشتم، اصلاً. من مشکل آزار جنسی داشتم، همه اینا وجود داشت و من نمیدونستم. چیزی که میدونستم این بود که سال اول دبیرستان شروع کردم به عاشق دوستای دخترم شدم. و در آخر اون کتاب یه دعای نجات داره. گفتم خیلی خوبه، وقتشه. دعا کردم و تو هواپیما در راه برگشت به مدرسه مسیحی شدم. خیلی خوشحالم. زمانی که مسیحی شدم تجربه فوق‌العاده‌ای توی ایمانم بود. من واقعا معتقد بودم که اگه مسیح میتونست از مرده‌ها قیام کنه دیگه این مسئله حل میشد و میتونست اونا رو تحت کنترل بگیره. من اینا رو زمانی که مسیحی شدم فهمیدم. من داشتم از مسئله همجنسگرایی دور میشدم. این خیلی برام واضح بود و جای هیچ سوالی باقی نمونده بود. نه تنها اینطور به من بشارت داده شد، بلکه به نظرم منطقی بود. من کتاب پیدایش رو نگاه کردم و دیدم که چجوری خدا زن و مرد رو خلق کرد و چطور اونا رو به هم پیوند داد تا با هم یکی بشن و این یه جرقه شد. به کتاب مقدس از دید اینکه راجب همجنسگرایی چی میگه نگاه نکردم، بلکه به اینکه خدا چطور دنیا رو آفرید و اینکه چطور خدا زن و مرد رو آفرید نگاه کردم. و این منطقی بود، چون خودم مهندسم، به طراحی خوب نگاه میکنم و این یه طراحی عالی بود. دیگه هیچ شک منطقی نداشتم، همه چیز واضح و روشن بود. مشکلی که داشتم با قلبم بود. واقعا اون رابطه‌ای که توش بودم و دوست داشتم، هیچ وقت انقدر خوشحال نبودم، هیچ وقت انقدر امنیت نداشتم، احساس امنیت میکردم. بنابراین تو برهه زمانی قبل از مسیحی شدنم سراغ مربیم رفتم. من بهش گفتم که میخوام مسیحی بشم، اما فکر میکنم که گناه خیلی دوست دارم. و اون یه لبخند زد و بهم گفت فکر میکنی گناه چیه؟ من گفتم حدس میزنم هر چی که کلام خدا گفته اشتباهه رو نباید انجام داد. اون گفت خب اگه خدا مراقب توئه، گناه به هر چیزی گفته میشه که به تو آسیب میزنه. و این تعریف از گناه تو اون زمان حس زیادی رو در من به وجود آورده بود، چون در نقطه‌ای بودم و میتونستم ببینم که اون رابطه در حال مرگه. باشه، اون لحظه موثری توی فراینده تبدیل شدنم بود. وقتی شروع کردم به بررسی اون شرایط، در حقیقت فهمیدم که برام خیلی مخرب بوده. کاملا بهش معتقد بودم، با ناکامی‌هام و علی‌رغم تمام شکستایی که خورده بودم، روح القدس رو خیلی با قوت درون خودم دعوت کردم. قبل از این هیچ وقت فکر نمی‌کردم که آیا این از نظر خدایی بیداره یا نه. من هرگز نمیخواستم یه مسیحی همجنسگرا باشم، این جزئی از وسوسم نبود، اما اینطور فکر میکردم که طرد شده هستم چون التیام و شفا نمیگیرم. اما هرگز به این فکر نکردم که این کار از نظر خدا درسته یا نه. پس مسیحی شدم و فکر کردم همجنسگرایی از بین میره و همه چیز درست میشه. اما چیزی که منو یک سال و نیم بعد غافلگیر کرد این بود که خودم رو تو آغوش یه زن ایماندار پیدا کردم و خیلی متعجب بودم. یه دقیقه صبر کن ببینم، قرار نبود که این کار رو انجام بدم و این یه جور اتفاق بود، چون موضوع خیلی سختیه، چون پیوندهای زیادی در رابطه وجود داره. در ایماندارایی که همگی در مورد هم حس خواهری دارن، این حس خیلی سالم و عالی بود و همیشه نمیدونید که به قسمت تیره و تاریکی حرکت میکنید که تبدیل به تاریکی مطلق میشه. و این وقتی اولین بار اتفاق افتاد، من داشتم جلو میرفتم و آه خدای من قبل از این هیچ تجربه ای در این باره نداشتم و نمیتونستم ببینم که داره اتفاق میفته. اما خیلی جدی گرفتمش و بلافاصله توبه کردم و خواستم که برام دعا کنن و مشاوره گرفتم، چون نمیخواستم که این اتفاق دوباره بیفته. و این اتفاق دوباره پیش اومد و این بار یکم احساسی تر بود. متاسفانه اون زمان من واسه دفتر کلیسا کار میکردم و اون شخصی که راجبش اون حسو داشتم همکار خودم توی همون دفتر بود. ما هر دومون منشی بودیم و هر دومون
اخراج شدیم. به خاطر اون کارمون تو دفتر کلیسا هرج و مرج به پا شده بود. به تنهایی همه چیز تو کلیسا خراب کردم و بعد از اون اتفاق یه حس شرم داشتم و فکر میکردم که همه چیز داره به تباهی میره. من واقعا یه مسیحی بدم. من واقعا دیگه نمیتونم این کارو بکنم. من توی مسیحیت خیلی خوب نیستم و متاسفانه توی اون نقطه ای از زندگیم بودم که فکر نمی کردم میشه اون مشکل رو به مسیح واگذار کنم و بهش بگم من از آن تو هم و منو شفا بده. فکری که کردم این بود که خودم حلش کنم و خیلی سخت تلاش کردم تا خودم رو کنترل کنم و دعا کردم و خواستم که از بین بره و به سازمان هایی به نام آبهای زنده و جریانی در کویر پیوستم. خیلی چیزا یاد گرفتم، اما چیزی که نفهمیدم این بود که به عیسی مسیح نیاز دارم تا منو درست کنه. چیزی که واقعا بهش نیاز داشتم این بود که عیسی مسیح بهم بگه من کیم. نیاز داشتم عیسی همه ی اون سدهای دروغ رو بشکنه و همه ی دیوارا و گره ها رو باز کنه و همه ی اون چیزایی که ازم گرفته شده رو به من برگردونه. این اون زنی نبود که خدا خلق کرده. و چیزی که در درونم بهش پی بردم و قبل از اون نفهمیده بودم، مرگ من بود، مرگ روحانی من. به عیسی مسیح اجازه دادم تا من از مرگ نجات بده. چیزی که به نظر می رسید این بود که من مبارزه می کردم، در روابط دوستانه مسیحی درگیر می شدم که به راه اشتباه می رفت. چند بار اتفاق افتاد و من همیشه توبه می کردم، دعا می کردم و خیلی احساس بدی می کردم و فکر می کردم که آیا واقعا ایمان دارم و خدا منو می پذیره. همون موقع البته باید کاملا صادق باشم که پامو توی محیط همجنس گراها گذاشته بودم. هنوز قسمتی از من از اون دنیا تغذیه می شد و توی شغلم هم باش روبرو شده بودم. شدیداً خودمو در معرض یه جامعه همجنسگرا قرار داده بودم و اونا منو قبول کرده بودن و با هم رابطه برقرار کرده بودن و می دونید اونا منو تایید کردن. پس احساس خوبی داشت. من سرگرمش شده بودم و اگه من بخوام کاملا صادق باشم باید بگم که من کاملا خودمو به مسیح نسپردم و این واقعا خیلی خیلی ناراحت کننده است. و باید بگم که برای 8 سال ادامه داشت و در سال 8 دوباره حسش می کردم و بهش فکر می کردم. می دونید این ماجرا خیلی احمقانه بود. من دیگه این کار انجام نمی دم و تمومش می کنم و هیچ کدوم از اینا رو تو زندگیم دیگه نمی خوام. درست مثل این بود که کارم تمومه و فکر میکردم به اینکه جونم رو بگیرم، چون هیچ وقت نمیتونستم آزاد باشم. این نه تنها من بودم که نابود میشدم، بلکه بقیه آدم هارم با خودم از بین میبردم و من فقط ناامید بودم و فکرم خیلی خراب بود. یادم میاد نیمه شب با ماشینم رفتم سمت ساحل و به خودم فکر میکردم من باید یه کاری بکنم و خیلی غمگین و ناراحت بودم. گفتم خدایا چی ازم میخوای؟ چی؟ من اینجام تا بهت گوش کنم. اگه شما و یا دوستاتون از اختلالات همجنسگرایی رنج میبرید، امید همینجا است. آنی پادکستی که سابقا همجنسگرا بوده، کتاب برجسته ای رو تحت عنوان بازیابی هویت جنسی به نگارش درآورده. بله، اینجا جایی برای امیده، برای زنایی که میخوان با جاذبه های جنسی مبارزه کنن. توی این کتاب آنی پاک به سوالات دشوار ناشی از همجنسگرایی و دوست داشتن دیگران و در مورد چگونگی ترک این رابطه پاسخهایی رو ارائه میده. برای تهیه این کتاب به سایت purepassion.us مراجعه کنید. اگر شما یک فرد سرمه دیده موارد جنسی هستید یا کسی را که دوستش دارید مبتلاست و یا رهبری که به دنبال منابعی برای کمک به دیگران هستید، برنامه تلویزیونی عشق پاک در آغاز راهی برای کمک به شماست، جایی که بیش از 180 ویدیوی طبقه بندی شده بر اساس موضوعات برای دسترسی آسان شما موجود است. ما همچنین فایل های صوتی از تمامی کنفرانس هایی داریم که با محور موضوع سلامت جنسی بهترین تعلیمات ممکن را در این زمینه و موضوعات و عناوین غیر قابل حساب دیگری در مورد گناهان جنسی و سلامت آن را عرضه می کند. فقط به ساحل رسیدم و اونجا نشستم و پیش خودم فکر کردم چه کاری باید انجام بدم. میدونید یه جورایی سر خدا داد میزدم و میگفتم چرا منو شفا نمیدی؟ چه اتفاقی داره میفته؟ زوجی رو به یاد آوردم که مدت‌ها پیش باهاشون آشنا شده بودم. اونا زوج ایمانداری بودن به نام بیلی و سالی که به چند تا از دوستام کمک کرده بودن و یه حسی توی من میگفت که باید بهشون زنگ بزنم. شک داشتم. منظورم اینه که حتی اونا توی قسمت شفا و آزادی نیستن و من فقط گفتم که بهشون زنگ میزنم، میدونی؟ و بعد از اون فکر برگشتم خونه و روز بعد
با سالی تماس گرفتم و گفتم میتونم بیام پیش تا با هم یکم گپ بزنیم و رفتم خونشون و گفتم من از این مسئله دیگه خسته شدم، میدونم که مسیح به خاطر گناهای من مرد، من میخوام از اون پیروی کنم ولی هنوز غرق گناهم و نمیتونم جلوشو بگیرم. و سالی بهم گفت بیا و تو گاراژ خونه من با من زندگی کن تا ببینیم خدا چیکار میکنه. و دو روز بعد سالی بهم زنگ زد و گفت میدونی کریستی، من برای تو دعا میکردم و حس کردم که خدا یه اسم تازه‌ای برای تو داره و اون اسم پیروزیه. و من پیش خودم گفتم که این اسم چقدر بی‌ربطه. چطور ممکنه که این اسم جدید من باشه؟ من به هیچ وجه بهش هیچ اعتقادی نداشتم، ولی گفتم خوبه، ازت ممنونم سالی. اما دو اتفاق دیگه توی اون زمان برام پیش اومد. من رفتم به گاراژ بیلی و سالی و از شغلم استعفا دادم و گفتم این محیطی نیست که به درد من بخوره و دنبال یه جور شغل معلمی گشتم، یه شغل در مورد تدریس ریاضی توی مدرسه خصوصی. و همینطور کلیسایی رو که میرفتم رو به مدت یک سال ترک کردم و دلیل اینکه اون کار رو انجام دادم شرمی بود که با خودم حملش میکردم. هر موقع میخواستم کلیسا برم مثل این بود که از ماشینم پیاده میشدم و لباس خجالتم رو میپوشیدم و قدم میزدم و به همه نشون میدادم که هی من همون کسیم که اشتباه کرده، من همون کسیم که رقت انگیزه، من کسیم که نمیتونه با مسیح را بره. با قدرت خودم نمیتونستم اون ردای شرم از تنم در بیارم، پس رفتنم و به اون کلیسا کنسل کردم و به کلیسایی رفتم که الانم در حال حاضر توش هستم. یه مدت بعد از ورودم اونا دیدن که خدا چه کاری میتونه انجام بده و دیدن که من از تاریکی بیرون اومدم و هرگز ایمانشون رو نسبت به من از دست ندادن. اما من مشکلی که توی اون کلیسا داشتم این بود که نمیتونستم به تنهایی این کار رو انجام بدم. اونا سه تا چیز رو برام فراهم کردن. اول اینکه نقل مکان کنم به خونه دوستم سالی، و دوم اینکه از شغل قبلیم بیرون بیام و یه شغل جدید پیدا کنم، و سوم اینکه بهتره یه دوره کوتاه کلیسا نرم و خودم رو به عیسی واگذار کنم. و چقدر دلم میخواست که این کار زودتر انجام میشد. میدونید خیلی از درد میترسیدم، از چیزی که راجبش خبر نداشتم وحشت داشتم. بعضی وقتا فکر میکنم مثل بند بازیه که تا دستت رو از قبلی نکنی بعدی رو نمیتونی بگیری. جرأتشو نداشتم که اون قبلی رو ول کنم تا تبدیل به یه آدم جدید بشم. از حرکت میترسیدم، میگفتم یادتون باشه که من از موقع تولدم تا اون زمان زن بودنم و انکار کرده بودم. واقعا هیچ ایده ای نداشتم راجع به اینکه زن بودن یعنی چی و من واقعا از این تغییر میترسیدم. اتفاق دیگه ای که بعد از اون 8 سال افتاد این بود که توی کنفرانس یه عده بودن که برای آدمایی مثل من دعا میکردن و میگفتن از شما میخوایم که تصور کنید که قلبتون مثل یه باغه. به خدا اجازه بدید که نشون بده علف‌های هرز توی باغ کجان تا اونا رو از بین ببره. و قشنگیش اینه که اون میخواد این کارو در سطح وسیعی انجام بده. من نشستم و چشمامو بستم. تمام چیزی که دیدم کثیفی بود، هیچ چیزی غیر از کثیفی نبود. و این منو خیلی ترسوند که من این شهامتو نداشتم تا به خدا بگم این لکه رو بردارو نشونم بده که چی بود. فقط میخوام به شما بگم که خیلی سخت بود. بالاخره بعد از 8 سال من اسباب کشی کردم تا با دوستم سالی زندگی کنم و شروع کردم به قدم گذاشتن توی مسیری که عیسی برام مشخص کرد. در اون موقع با عکسی روبرو شدم که بره‌ای که عیسی مسیح داره اون رو روشوناش حمل میکنه و دور تا دورش گله گوسفندا بودن و احساسم اینطور بود که این تصویر درست برای منه و درست برای موقعیتی که توش قرار دارم. اون بره‌ای که روی شونه های مسیح بود اون من بودم. هر روز برای خوردن صبحانه توی خونه دوستم سالی بیدار می شدم و اون به این می گفت صبح بخیر کریستی پیروز. و هر شب موقعی که از سر کار به خونه برمی گشتم اون می گفت سلام کریستی پیروز، امروز برات چطور گذشت؟ به مدت 18 ماه متوالی اون زن منو کریستی پیروز صدا می زد و توی این مدت زبان قلبم آماده شده بود که قبول کنه من کریستی پیروز هستم. من تبدیل به زنی شدم که خداوند اون موقع برای من میخواست. دعای پر از عشق سالی به من یاد داد که چطور آروم بمونم زمانی که با خدا تنها هستم و از موقعی که
کلیسا رفتنم و قطع کرده بودم، یکم منزوی شده بودم. اما قسمت خوبش این بود که سالی کنارم بود و اون به من یاد داد که چطور منتظر خدا بشم. من یه درخت با طرح صلیب درست کردم که هنوز روی دیوار خونم اونو دارم. من یاد گرفتم که به درونم نگاه کنم و اجازه بدم که عیسی خداوند روحم رو رهبری کنه و چیزی که باعث دردم شده بود رو کشف کنم. اگه دردهامو به مسیح بگم، مسیح میتونه اونها رو مدیریت کنه و اونها رو جوری از من بگیره که دیگه هرگز من بر نگرده. در واقع مسیح درد منو برداشت. در کل عیسی میتونه دردها رو بگیره و در واقع اون میتونه زخم‌ها رو شفا بده. زخم‌های رو شفا میده که نمیدونید دردش از کجاست. من بخشش رو کشف کردم. اینکه عیسی هرگز به من به چشم یه آدم خطاکار نگاه نمی کنه. مسیح منو به عنوان کریستی پیروز نگاه می کنه. این چیزیه که اون می بینه. دختری که اون دوستش داره و می خواد که منم اینو بدونم. اما اگه به اندازه کافی منتظر بمونم و به اندازه کافی کلام خدا رو بخونم و به مسیح اجازه بدم که روح منو رهبری کنه، هیچ وقت دیگه اینطوری نمی شم. و تا اون زمان واقعا عیسی مسیح شروع به صحبت کردن با من کرد. توی یه زمانه خیلی شگفت انگیز من تبدیل به کسی شدم که باید می بودم. درونم رو شفا داد و رابطم رو با مادرم. اون مشکل رو فقط مسیح بود که برداشت. اینکه من نمیتونم یه مادر دیگر رو توی 22 سالگیم داشته باشم که بگم مامان من شو، این درست و مناسب نیست. عیسی مسیح میتونه این کار رو انجام بده. اون میتونه به زمان گذشته برگرده و اون کودک رو رهبری کنه و بگه که من میخوام این مشکل تو برطرف کنم و من میخوام تو رو رشد بدم، میخوام که تو شفا بگیری و تو رو تربیت کنم توی راه راستی که باید درش رشد کنی. و اون انجامش داد. اون واقعا انجامش داد توی اون سالها. و همینطور در حیطه درس متوجه شدم که یه روی نرم دارم. اگه اون روی نرم زودتر به وجود می اومد، احتمالا می گفتم که نه، نمیتونم روی نرمی داشته باشم. اما وقتی کلاس هفتم و هشتمی رو درس می دادم، کسایی که خودشونم در شرایط پرحادثه‌ای بودن، من اونا رو دوست داشتم و خیلی بهشون اهمیت میدادم و پرورششون میدادم تا توی راه درست و سالم قرار بگیرم. من نمیدونستم که اینجوریم. نمیدونستم که میتونم اینقدر تعلیم دهنده و مهربون باشم. مسیر آزادی بزرگی به سراغم اومده بود. من یک سال و دور از کلیسا سپری کردم، بعد برگشتم. میتونم بگم که من یک سال رو توی کلیسای متفاوتی گذروندم که اون کلیسا تأثیر فوق‌العاده‌ای روم داشت و من فکر میکنم که دست خدا توی اون کار عمل میکرد، به خاطر اینکه مردان و زنان اون کلیسا خیلی منو دوست داشتن. من با اونا بودم و اونا مثل یه خواهر منو توی جمع خودشون دعوت کردن و پیگیر من بودن، که فوق‌العاده بود. اون حس تایید شدن برای من یه تجربه واقعی بود برای روبرو شدن با چالش‌های دنیای مسیحیت، چون من خودم از زن بودنم جدا کرده بودم. واقعا نمیدونستم چطور در برخورد با جنس مخالف مثل یه زن عمل کنم و خیلی توی اون محیطی که قبلا بودم احساس ناامنی می‌کردم. فکر می‌کردم این مردم اینا چطور اینقدر راحت رژ لب زدن؟ این آدم ها چطور میتونن دامن بپوشن؟ من درست نمیتونم بفهمم. میدونید همه چیز خیلی واسم وحشتناک بود. به سختی میتونستم هویت اونا رو تشخیص بدم، همینطور هویت خودمو. و من از خدا خیلی تشکر کردم به خاطر اون کلیسایی که میرفتم. من اونجا رفتم چون اونا از وضعیتم نمیترسیدن. بیشتر وقتا فقط این حس رو توی کلیسا داشتم که ما به تو کمک میکنیم تا بتونی از این وضعیت بیرون بیای. و اونا میدونستن که من نمیتونم برم پیششون، پس اونا میومدن سراغم و میگفتن کریستی ما دوستت داریم، بیا با هم وقت بگذرونیم. و این برای من عجیب بود. اونا برای من وقت میذاشتن، من یکی از اونا نبودم. و جواب این بود که من اینو نمیبینم، من تو رو مثل یه زن میبینم. و این تایید برای من فوق‌العاده بود. اینکه یه زن رابطه درستی با من داشته باشه و میتونست دوست منم باشه، این منو شدیداً تحت تاثیر خودش قرار میداد. و اینکه چقدر حس زنانگی در من نفوذ کرده بود. اینکه من مثل یه سطل زباله بی مصرف نیستم. من کسی هستم که با دیگران چندان تفاوتی نداره و اونا بدون آموزش مستقیم به من یاد دادن که چطور به حیطه زنانگی خودم وارد بشم و کارهایی که دختران هست انجام بدم، مثلا لایک بزنم. قبلا فکر میکردم دخترها نه اینکه چون دوست دارن، چون دختران لایک میزنن. خیلی رسیدن به اون مرحله سخت بود و دونستن این که با زنای دیگه تفاوتی ندارم و این که میتونستم یه دوست باشم و این در هویت زنانگی من تاثیر عمیقی گذاشت.
بدین وسیله به اطلاع میرسونیم که شما میتونید برنامه‌های عشق پاک رو به طور وسیع در سطح جهانی تماشا کنید و اینک تماشای برنامه‌های عشق پاک در محصولات هوشمند و غیر هوشمند. اگه شما یکی از محصولات اندروید شامل آیفون، آیپد یا سایپاد رو دارید، میتونید در هر لحظه هر جایی که هستید ما رو پیدا کنید. آپای رایگان عشق پاک موجوده و اگه از دستگاه روکیو باکس و تلویزیون استفاده می‌کنید، ما هم اکنون تلویزیون رایگان عشق پاک رو راه‌اندازی کردیم و اینک به یکی از مشهورترین تلویزیون‌های مسیحی در روکیو تبدیل شده. شما میتونید ما رو در فهرست کانال‌های مذهبی پیدا کنید. از زمان خدا به گوش‌های شما، هر گاه احتیاج به کمک داشتید ما هستیم. اگه شما و یا دوستاتون از اختلالات همجنسگرایی رنج میبرید، امید همینجاست. آنه پاک، کسی که سابقا همجنسگرا بوده، کتاب برجسته‌ای رو تحت عنوان بازیابی هویت جنسی به نگارش درآورده. بله، اینجا جایی برای امیده، برای زنایی که میخوان با جاذبه‌های جنسی مبارزه کنن. توی این کتاب آنه پاک به سوالات دشوار ناشی از همجنسگرایی و دوست داشتن دیگران و در مورد چگونگی ترک این رابطه پاسخ‌هایی رو ارائه میده. برای تهیه این کتاب به سایت purepassion.us مراجعه کنید. وقتی برای اولین بار یه مرد رو ملاقات کردم، یه مدت بعد همون مرد همسرم شد. ما به همراه دوستامون به کشور دیگه مسافرت کردیم. کنار من ایستاد و گفت که دوست داشت یه عکس از ما بگیرن. من دستم روی شونه‌اش گذاشتم و پیش خودم گفتم این همون مردیه که میتونم بهش تکیه کنم. و من از این که برای اولین بار بود این حسو داشتم شوکه بودم. اما چیزی که داشت اتفاق میافتاد منو به فکر میانداخت، از این که من میخوام با یه مرد شریک باشم. و این خیلی جالب بود. لحظه که درست انگشتم روی شونه هاش بود، با خودم فکر کردم من یه چیزی دارم که به این مرد نشون بدم. اونجوری که اون دنیا رو میبینه دوست دارم. من عاشق دیدگاه اونم. و این که من میخوام باهاش تو این چیزا شریک باشم. و همه این احساسات با هم برای من خیلی متفاوت بود. حس این که روحمو میبینم که به طرف کس دیگه ای میره نبود، بلکه برعکس بود. در واقع اون یه جور نیروی مثبت زیادی بود. این که اون قویه و من قویم و میتونیم با هم اطمینان و قوت بیشتری داشته باشیم و من میخوام بهش کمک کنم تا هویت اصلیشو ببینه. و به این ترتیب اون به من کمک میکنه که بتونم بفهمم واقعا کیم. به خاطر همین چیزا بود که بعد از یه مدت آشنایی طولانی بالاخره با هم ازدواج کردیم. در کل اساساً متفاوت بود رابطه من اون با هم با اون چیزی که قبلا بود. خیلی فرق داشت و خیلی عمیق‌تر بود. یه دیوار محکم هست که میشه حسش کرد و اون به من کمک میکرد که اون کسی باشم که باید باشم و همینطور من به اون. ما با هم همکاری خیلی محکمی داشتیم. ما پدر و مادر دوتا بچه هستیم و این تجربه خیلی شگفت انگیزیه. و بعدها فهمیدم که چون از بچگی از درد خودم رو پنهان میکردم و میدونین این رابطه ها به همین دلیل بوده. من همیشه یاد گرفته بودم که خود درمانی کنم و به اشتباه از شیوه های خودم برای درمانم استفاده کنم. حالا دیگه مثل قبل نیست. هنوزم یه وقتایی که احساس بحران و استرس شدید میکنم، بازم حسم اینطوریه که میخوام به یه نفر دیگه زنگ بزنم، چون میدونم کسی هست که واقعا منو دوست داره یا رابطه خوبی هست. اما هنوزم همون الگوی قدیمی خود درمانی هست و مثل قبل بهش نگاه نمی کنم و نمیگم که او نه شفا ندارم، چون این کار رو انجام میدادم. الان که بهش نگاه میکنم میپرسم چه چیزی توی قلبم اتفاق افتاده که باعث ترس و استرس هم شده و با این مسئله پیش کسی که بهش اعتماد دارم میرم، کسی که مناسب باشه. و بهش میگم میدونی من فکر کنم یه چیزی درون خودم میبینم که در حال خم شدنه. بعد فکر کنم یه اتفاقی در قلبم افتاده که نمیتونم توصیفش کنم. میتونی کمکم کنی؟ و بعد این مسئله رو پیش خدا و آدمای سالم میبرم و در جلوی صلیبش میرم و به مسیح واگذارش میکنم. این هنوز باقی مانده راه های قدیمی زندگی گذشته منه. اگه بخوام با کسی که به اون طریق زندگی میکنه صحبتی داشته باشم، اینا میگم که خداوند برای ما خیلی بیشتر از اینا در نظر داره و اینطوری زندگی کامل رو تجربه نمی کنی. خداوند میتونه هر کسی رو تبدیل کنه و ما رو کامل کنه و به جایی برسونه که خودش در نظر داره. من همینطور برای خانمایی که توی کلیسا با این مسئله درگیرن و به همین خاطر شرمگینن
قلبم واقعا به درد میاد. اگه میتونستم باهاشون حرف بزنم میگفتم برای خداوند هیچ غیر ممکنی وجود نداره. به سوی اون برو، نه اینکه از اون برگرد و فکر کن که این درگیری خودته. اون رو به عیسی مسیح بده و عیسی خداوند متحمل اون میشه. عیسی مسیح اون رو میگیره. اینطور نباشه که خودت بخوای اینو حل کنی. من در واقع خودم به عقب نگاه میکنم و برای این مبارزه شکرگزاری میکنم، چون یاد گرفتم که چطور فشارها و درد هامو به مسیح واگذار کنم به جای اینکه سعی کنم تا کنترلش کنم. تمام چیزهایی که من ازش میترسیدم شاید گناهان درون قلبم بوده و الان با مسیح صمیمیتی رو دارم که در واقع از سالها تجربه واگذاری درد و ترسم به اون هست و اجازه دادن اینکه اون منو به آدم بهتری تبدیل کنه. کلیسا مطمئنن یه نقش اساسی در شفای افرادی داره که از داشتن رابطه همجنسگرایانه بیرون اومدن. بقیده من کلیسا معمولا از این مسئله کنار میکشه چون به نظر ترسناکه، اما دقیقا برعکس چیزی که این افراد بهش نیاز دارن، چیزی که در یک روند مبارزه بهش نیاز دارن، وجود زنان و مردانی که اطراف اونا رو بگیرن و بهشون بگن ما تو رو به چشمه همجنسگرا نمیبینیم. میدونی ما تو رو فرد تاریکی نمیبینیم، ما تو رو به چشمه پسر یا دختر خدای متعال میبینیم. به عنوان کسی که در یه فرایند درمانیه، ما میخواییم به تو در این پروسه کمک کنیم و ما به تو توی این پروسه عشق میورزیم و در طول این مدت مراقب تو هستیم. همه ما توی روند قرار گرفتیم. هر کدوم از ما باید صلیبشو برداره و بمیره. همه ما. و یه همجنسگرا یک فرصت استثنایی داره که صلیبشو برداره و بمیره. گاهی اوقات باید تمام هویت قبلیشو رها کنه و این واضح تر از کسی که شاید زیاد پول خرج میکنه یا زیاد تلویزیون نگاه میکنه. ما همجنسگراها فرصت عالی رو داریم که بگیم بسیار خوب، خدا من مال تو هستم، و کلیسا فرصت منحصر به فردی داره که به اونا کمک کنه و کنارشون راه بره، چون خیلی وحشتناکه. این وحشتناکی که وارد کلیسایی بشی که زناش از همه نظر مناسبن و اینو درک کنی که خودت با زنانگیت مشکل داری و از کلیسا میخوام که به دنبال اونا بره و منتظر نباشه که اونا به سوی کلیسا بیان. اگه این اتفاق بیفته میدونم که دنیا رو تغییر میده. این یه چیز شگفت انگیزه و برعکس اون چه که فکر میکنی، یکی از بزرگترین شفاها برای مبارزه با همجنسگرایی اینطوری باید باشه که رابطه دوستی و تایید پاک و خالصانه از طرف همجنسهای خودش ببینه. اونها به شدت نیاز به تایید شدن افرادی دارن که رابطه دوستی سالم دارن و به اونها به عنوان افراد بیگانه و غریب توی زندگی خودشون نگاه نمی کنن. توسط محبت شما و دوستی افرادی مثل کریستی هستش که مسیح بمب‌های شفا رو در روح و جان اونها منفجر میکنه. چرا شما این کار را انجام نمیدید تا برای اون افرادی که درگیر عذابهای همجنسگرایی هستند چنین دوست با ارزش و تأثیر گذاری باشید؟ تا هفته آینده، من کالت برکو هستم از برنامه عشق پاک.